مثل همین بابا گوش کنید این اعلم الهدا رو، این اعلم الهدا مشیریه رو گوش کنیم ببینید که این اعلم الهدا که الان اینقدر تو بچه مشهد غیرت ها غیرت ها دیگه، اینی که الان گوش کنید امروز دیگه ببینید چی میشه. اعلم الهدا زمان محمد رضا شاه، ببینید چه مدح و ثنایی میگه از محمد رضا شاه، بعد همون حرفا رو همون واژه رو استفاده میکنه برای خامنه ای که تملق و چاپلوسی خامنه‌ای رو بکنه. اینو گوش کنید. خدمات ارزنده و گرانقدر و ارزشمند همه جانبه ذات اقدس شاهنشاه آریامه ارواح نافودا سر تعظیم و تسلیم در این مقام مقدس فرود می آوریم. اگر بخواهم در این اندک زمان کلیه خدمات شاهنشاه را به ملک و ملت و روحانیت و دین و قرآن عرضه بدارم، زبانم از توصیف و گفتارم از تعریف عاجز است. باید دست تمنا به جانب سعدی دراز کنم که میگوید از دست و زبان کی برآید کز عهده شکرت شاهنشاها بدر آید. ما اقتدارمون، ما پیشرفتمون، پیروزیمون هم در عرصه علم و هم در عرصه دفاعی و در عرصه های نظامی مرهون طراحی، برنامه ریزی، مدیریت داهیانه متفکرانه مقام معظم رهبری است. مشکلات اقتصادی ما و مشکلات داخلی کشوری ما هم نتیجه مدیریت های مختلف و متنوعی است که در طول این چند سال به وسیله دولت ها بوده و نتونستن اداره کنن. خب ما تجربه اونو نشون داد. مقام معظم رهبری به عنوان حجت امام زمان مؤید از طرف بقیت الله هست. چون از نسل‌کشی گفتیم، این ترانه بسیار زیبای افشین فروتن عزیزم رو برای شما پخش میکنم که گوش کنید ببینید. وقتی از نسل کشی میگیم، از فراموشی میگیم، فراموشی یک ملت، یک مردم، یک قوم، این فراموشی ببینید چه بلاهایی سر ما میاره، چه بلاهایی سر ما میاره. من از افشین فروتن عزیز و همه هنرمندانمون که اینطور عاشقانه برای ایران کار میکنن و ترانه میسراین سپاسگزارم. ببینید چه شاهکار. حقیقت تاریخمون رو بگیم، از خرد شدن تمدن، ظلم شریعت رو بگیم و سابقونی که 1400 سال پیش کشتند و بردن به حکم قرآن و الله و دین، از حمله مردانی که با دروغ و تزویر کشتند و شادی سر دادن با هلهله و تکبیر، از هم قسم شدن عمر و ثقفی مفنا، جنگ جسر و دریده شدن اعراب از فهنا، از محمد و اسلام، دین صلح و دوستی، نقشه مرگ ایران با فکر سلمان فارسی، از خیانت و مزدوران و خود فروشان پارس، از دعای کمی قاتل بیگناهان فارس، بگیم از شرایط ایران و از خائنی، حکم جهادی که داده شد به شهوت مسلمی، بگیم که طبق فتوا به آیات سوره فرقان به فکر فتح ایران و جهان بودند و دام، تبلیغات فاشیستی اعراب به زبان دین، بهش بود ایران برای هر بادی نشین، از یورش اعراب طبرستان و سمرقند، کند و ماسی آب کردن با خون مردم دربند، از قتل عام مردم بیگناه کردستان، حدیثی از صادق که اینا جنن نه انسان، از سوختن کتابخانه ها خدای فهم و شعور سوخت، به دستور عمر قرآن شد کتاب منصور، بگیم از دور کردن دانشمندانی چون رازی، از فردوسی بزرگ ناجی زمان فارس، از نصیحت علی به خلیفه مسلمین عمر که تو ایران کشتشی اسلام میشکنه از کمر، بگیم از سیف الله عزیز و نور چشم پیامبر، 70,000 ایرانی و کش با الله و اکبر،
آسمون و قم گرفت کوچه ها شد پر از میت به زنان تجاوز کردم بچه هاشی شد سید زن کنید و مرد اسیر و بچه شد غلام ایرانی از تحت و کوچه به عرب گفت سلام غارت و خرابی تیز بود مدائن فتح الفتو کشت و غارت کرد و برد ابن وقاص ملعون از علی بگیم که گفت بعد فتح مدائن شوکت عجم شکسته شد با این فتح و قنائن سهم امیرالمؤمنین شد انگشتر یزدگرد فرش بهارستان و پاره کردن توی مسجد علی قتال عرب و قبیله بنی قریظه کسی که عبدالود و به نامردی زد تو جنگ با نیزه نماز خوندن تو مدائن به حکم ابن وقاص مثل خمینی که نماز خوند تو کاخ سعدآباد جنگ حسین و یزید بر سر مال بود سر هر حلاج راستگو بر سر دار بود امان خواست قبل جنگ از یزید در عوض قتل عام کنه مردم طبرستان و حسین شهید در خطبه گفت آقا و سربر از تبار قریشه حق ایرانی بردگی و حق اعراب عیشه سوره توبه شد تشویق دشمن تا قادسیه تا به امروز جشتشون تجاوز به خاک پارسیه مردان رو کشتند و زنانشون رو قسمت کردند دست و پای مبارزینی چون بابک و قصدند فیروزان باشرفی که مسلمون شد به داخل عمر تو مدینه کشت اون یار پیغمبر جابر شهید یعنی خرمدین و فرخزاد و صفاری لعنت به تو تاریخ جعفر طیار و پاسی داری سال دهم هجری و دروغ یعقوبی و ملا دست قنائمی که تو قدیر خم شد ولی الله حقایق طبری و واقعی شده کذب و خزیان دروغ مجلسی و یعقوبی حجت مثل قرآن دستکاری کردن دین بی آبروی وحشی شیعه‌گری و ادعا که پاسبان عرشی بگیم از آخوند مفخر شیعه صفوی مسجد قصری جانکران و پسر نداشته عسکری زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن و چوبه دار ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی دزدان ناموس شدن به حکم دین طلایه دار لعنت به دین و رهبر و بنیان این استثمار نمیخواهد ایمان بیاورد در ماجراهای زمان پیامبر هست آقا مگه نمیگید پیامبر رحمتا للعالمین در چندین جنگ هست اسرای که در جنگ اسیر میشدن میشن کافر حربی اینا خونشون حلاله دیگه بله حضرت در مسجد در مدینه بهشون اسلام عرضه میکرد داره مثلا دیگه توی ماجرایی که الان یادم هست امیرالمومنین سه نفر رو آورد در جنگ اسیر شده بودن به سه نفرشون اسلام رو عرضه کرد یک نفر ایمان آورد و اسلام آورد همون به زبان چون کافی بود دو نفر گفتن به زبان هم نمیگیم جلوی همه دستور داد ببر بیرون مسجد گردن هر دو رو بزن درست به همین راحتی مهمان یاران برنامه امروز ما بود امیدوارم شاد و خوش و پیروز باشید تندرست در پناه اهورامزدا جز به شادی نکوشید خداوند بزرگ با شما باد بدرود و خدا نگهدار بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید. سالنامه‌های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می‌شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی اثر سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آرمانی و تازی از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقل به زبان تازی توهین به زن ایرانی. پیوند زناشویی به سبک آریایی، آستاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است.